سرخط خبرها و مهمترین ها. طالبان تجمع های اعتراضی زنان و دختران در کابل را سرکوب کردند. ادامه واکنش ها به حمله تروریستی به آموزشگاه کاج در غرب کابل. مارشال دوستم و شکریه بارکزی گلوی ملا یعقوب و حقانی را بریدند. ترکیه، طیاره های جنگی ما 23 تن رو کرد را در عراق کشتند. مشروع خبرها. شهر کابل روز شنبه شاهد دو اعتراض جداگانه و یک انفجار بود. پیش از ظهر شنبه تعداد از دختران و زنان در منطقه پل سرخی کابل راهپیمایی را در محکومیت حمله تروریستی روز جمعه برگزار کردند. آنها از منطقه پل سرخ شهر کابل راهپیمایی خود را آغاز کرده و به سمت دشت بچی جای کملین توری به مرکز آموزشی کاج رخ داده بود حرکت کردند. آنها شعارهایی در محکومیت نسل‌کشی هزاره‌ها و حمله های تروریستی سر دادند. با این حال گروه طالبان این تجمع های اعتراضی را سرکوب کردند. بر اساس ویدیوهایی که در رسانه های اجتماعی منتشر شدند، طالبان با شلیک هوایی مانع راهپیمایی زنان و دختران معترض شدند. همچنین طالبان معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و تعداد از آنها را نیز بازداشت کردند. گفته می شود نیروهای مسلح طالبان با خبرنگارانی که سعی در پوشش این اعتراض داشتند با خشونت برخورد کردند و دوربین های فیلمبرداری خبرنگاران و تلفن های همراه تعداد از معترضان را نیز گرفتند. در همین حال دانشجویان و دختر دانشگاه تعلیم و تربیت کابل نیز حوالی ظهر روز شنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتراض آنها نیز به دلیل حمله تروریستی روز جمعه بود. دختران دانشجو شعارهایی در مورد نسل‌کشی هزاره‌ها سر دادند. آنها رژیم طالبان را به ناتوانایی در حفظ امنیت شهروندان افغانستان و بی‌تفاوتی در قبال نسل‌کشی هزاره‌ها متهم کردند. این اعتراض نیز با دخالت نیروهای مسلح طالبان سرکوب شد. ادامه واکنش ها به حمله تروریستی به آموزشگاه کاج در غرب کابل. محمد محقق از لزوم آغاز مقاومت هزاره ها و محب از توطئه آغاز جنگ قومی خبر می دهند. حمله تروریستی جمعه به آموزشگاه کاج در دشت برچی کابل همچنان با واکنش های تند روبرو است. یک تروریست صبح جمعه 3 سپتامبر با حمله بر آموزشگاه کاج ده ها دانش آموز را در کلاس آمادگی برای آزمون کانکور هدف قرار داد. هرچند آمار رسمی طالبان کشته شدن 19 تن و آمارهای رسانه‌ای نیز کشته شدن 35 تن را گزارش دادند، اما شاهدان عینی و خانواده های کشته شدگان میگویند بیش از 60 تن در این حمله کشته شدند. علاوه بر واکنش های بین المللی، تعدادی از رهبران احزاب سیاسی و سیاستمداران افغانستان نیز به این حادثه واکنش نشان دادند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی که خود را رهبر هزاره ها نیز میداند، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی افغانستان انترنشنال به صورت تلویحی اجازه آغاز مقاومت هزاره ها مقابل طالبان را صادر کرد. او گفت کارد به استخوان مردم رسیده است و فکر میکند که زمان آن است که هزاره ها هم دست به مقاومت بزنند. او گفت به کسانی که میخواهند مقاومت کنند اجازه میدهد که وارد عمل شوند. محقق گفت که بر اساس اطلاعاتی که به او رسیده است در این حمله 54 تن کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش اسلامی نیز در تویترش از گرفتن انتقام خون دختران هزاره نوشت بار دیگر کودکان معصوم هزاره در داخل یک مرکز آموزشی در غرب کابل دست جمعی به دست انتحاری های بدون لجام گروه های تروریستی طالب حقانی که غاصبانه خود را بر مقدرات مردم حاکم ساختن قتل عام شدند. با کاجهای غلطیده در خون قسم که این خونها به پاسخ نمیماند. در همین حال حمدالله محب مشاور پیشین شورای امنیت افغانستان نیز در صفحه تویترش به این حمله انتحاری واکنش نشان داده و آن را توطئه برای آغاز جنگ قومی دانست. محب نوشت من از حملات مداوم به دانش آموزان در غرب کابل به شدت ناراحتم. این عمل بخشی از یک توطئه منطقه‌ای برای آغاز جنگ‌های قومی و مذهبی در افغانستان است. در گذشته این عملات با همکاری تعداد از طالبان صورت می‌گرفت. اکنون که طالبان مانع وقوع چنین عملات نمی‌شوند، نشان می‌دهد که آنان هم بخشی از این توطئه‌اند. مارشال دوستم و شکریه بارکزی گلوی ملا یعقوب و حقانی را بریدند. یک، شکریه بارکزی. او در صفحه رسمی تویتر خود چنین میگوید اگر تمام مردم افغانستان کمپاین ختم نسل‌کشی هزاره‌ها را حمایت کنند و این کمپاین به دست آورده که توجه ملل متحد به این فاجعه و تعیین کمیسیون حقیقت‌یاب برسد، افغانستان نمونه‌ای از انسجام و وحدت ملی را عملی کرده
و کمر طالب و حامیانشان را خواهند شکست. مارشال دوستام، همه باید اعتراف کنیم که هموطنان هزاره مان بارها به گونه سیستماتیک و هدفمند در مکانهای آموزشی علمی سیهی وزیشی و اعتقادی کشته شدند. بارها شاهد قتل عام کودکان دانش آموز هزاره بوده ایم. در هیچ منطقه کابل به جز دشت برچی ده ها بار به مراکز آموزشی حمله نشده. ترکیه، تیاره های جنگی ما 23 تن رو کرد را در عراق کشتند. صدای امریکا گزارش می دهد. وزارت دفاع ترکیه در 2 اکتبر گفت که تیاره های جنگی ترکیه 23 تن رو کرد را در داخل خاک عراق از بین بردند. این وزارت افزود انتظار می رود که شمار تلفات این عملیات در منطقه اسوس در شمال عراق افزایش یابد. این منطقه توسط حکومت خودگردان کردستان کنترل می شود. وزارت دفاع ترکیه ویدئویی را در تویتر نشر کرده است که حملات تیاره های F-16 ترکیه را در این منطقه نشان می دهد. مقامات عراقی گفتند که 16 موضع کردها را هدف قرار گرفته است. ترکیه که از سال 2019 به این سو عملیات متعدد را در شمال عراق انجام داده، مدعی است که اردوی این کشور مواضع حزب کارگران کردستان PKK را هدف قرار می دهد تا از حملات فرامرزین گروه در ترکیه جلوگیری کند. حزب کارگران کردستان از سال 1984 درگیری شورشگری علیه حکومت ترکیه است، درگیری هایی که تاکنون جان ده ها هزار نفر را گرفته است. ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان را منحیث سازمان دهشت افغان شناسایی کردند. وزارت دفاع ترکیه بعداً با نشر اعلامیه گفت که 7 دهشت افغان در پاسخ به کشته شدن یک افسر پلیس در نتیجه یک حمله راکتی بر یک پایگاه نظامی از بین برده شدند. سپاه پاسداران ایران روز چهارشنبه 28 سپتامبر اعلام کرد که مواضع شبه نظامیان کرد را در منطقه کردستان در شمال عراق هدف میزایل و درون قرار داده است که به گفته یک مقام ایرانی در این حملات 9 نفر کشته شدند. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر بیانیه حملات ایران بر کردستان عراق را محکوم کرده و آن را نقش غیر قابل توجیه حاکمیت و تمامیت ارضی عراق خوانده است. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار و مددگار همه شما باشد.